مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در بخش از سخنرانی دوشنبه شب خود در نشست سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل موسوم به ایپک در شهر واشنگتن برای ادامه یافتن فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن تا زمان پایان یافتن تهدیداتشان علیه آمریکا و متحدان آن در منطقه به ویژه اسرائیل تاکید کرد. گزارشی از فرهاد پولادی. United States Secretary of State Michael Pompeo. مایک پامپئو در بخش سخنرانی مربوط به ایران گفت دولت پرزیدنت ترامپ بر ادامه مقابله با جمهوری اسلامی ایران جدی است و این کار را ادامه خواهد داد. And the Trump administration and my team at the State Department is confronting the world's number one proponent of anti-Semitism. پرزیدنت ترامپ و تیم من در وزارت خارجه با دشمن شماره یک یهودی ستیزی یعنی جمهوری اسلامی ایران مقابله می‌کنیم. شما شاهدید که پرزیدنت ترامپ صرفاً وعده نمی‌دهد بلکه عمل می‌کند. دولت پرزیدنت ترامپ از توافق پر از نقص و غیر قابل اصلاح اتمی خارج شد که بیش از 100 میلیارد دلار را به جیب آیت الله ها ریخت تا آنها در راستای تلاش‌هایشان برای تسلط بر منطقه هزینه کنند. وزیر خارجه آمریکا به شرکت کنندگان در نشست گفت تحریم‌های اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام بر اقدام‌های منطقه‌ای ایران تأثیر گذاشته است. We've enacted the strongest pressure campaign in history against Iran and its proxies. به جای آن ما شدیدترین کمپین فشار در تاریخ را علیه ایران و گروه‌های نیابتی‌اش به اجرا گذاردیم. آنها فشار را حس می‌کنند. من پیشتر گفتم که به تازگی از سفر به بیروت برگشتم. حسن نصرالله فرمانده گروه تروریستی حزب الله چندی پیش از مردم لبنان، مردمی که او و اربابانش در تهران به بند کشیده و تهدید و ارعاب می‌کنند، درخواست کمک مالی کرده است. اینکه حسن نصرالله کاسه گدایی به دست گرفته خبر خوبی است. و در این سخنرانی بار دیگر از حمایت آمریکا به حق اسرائیل در دفاع از خود به ویژه در برابر اقدام‌های ایران اشاره کرد. اسرائیل گفته است که استقرار نظامی ایران در سوریه خط قرمز آن کشور است.